کارشناسان. سلام و درود دارم خدمت شما عزیزان. دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی هستم، با برنامه دیگر در خدمت شما. از مسائلی که این روزها در محافل مختلف صحبت از اون میشه، یک مقداری بخش خشونت‌های خانگی و خانوادگی است. به آمار نگاه می‌کردم و آماری رو در آمریکا دیدم که این آمار رسمی در آمریکا میگوید که هر یک دقیقه در آمریکا 20 نفر مرد یا زن مورد آزار خشونت خانگی قرار می‌گیرند. و بعد به صورت جزئی‌تر گفته میشه که یک نفر از 3 زن و یک نفر از 4 مرد در زندگی خودش به نوعی آزار جسمی، روحی، روانی دیده از طرف پارتنر یا همسر و همخونه خودش. و گفته میشه که در سال 10 میلیون مرد و زن در آمریکا مورد آزار خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند. اما لازم دیدم که در مورد خشونت خانگی تعریفش، علتهاش و راهکارهای اون با شما عزیزان گفتگو و صحبتی داشته باشیم. از این جهت بود از همکار بسیار خوبی خانم دکتر میترا بابک در لندن دعوت کردم که امروز مهمان برنامه ما باشن. خانم دکتر سلام و خیر مقدم دارم به شما. درود بسیار گرم به خود شما و همه عزیزان که تماشاگر برنامه شما هستند. ممنون و سپاسگزارتون هستم. خانم دکتر بابک فوق لیسانس روان درمانی خودشون رو از دانشگاه شرق لندن ELU دریافت کردن. دکترای روان درمانیشون رو از دانشگاه میدل سکس یونیورسیتی و انستیتوی متانویا در لندن در بریتانیا دریافت کردن. سالها سابقه همکاری دارن با NHS که همون سازمان بهداشت و بهزیستی بریتانیا هست. با خانواده‌های مهاجرینی که از خاورمیانه بودن بسیار کار کردن، چون خودشون هم به 5 زبان تسلط دارن، برنامه‌هایی رو در این NHS و کار خودشون تونستن ایجاد بکنن که به مهاجرین کمک بسیاری کردند و کلاس‌های هفتگی روانشناسی دارن در لندن که 15 سال هست این کلاس‌ها رو به خانواده‌ها و افراد در بریتانیا دارن ارائه می‌کنن و باعث افتخاره که در این برنامه به عنوان کارشناس مهمان ما حضور دارند. اما خانم دکتر، همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، بحث خشونت خانگی یا domestic violence بسیار این روزها میشنویم در حتی امریکا، در مطمئنم در اروپا هم هست. خب در ایران و افغانستان شاهد هستیم و خبرهایی میاد از اینکه افراد، حالا چه خانم ها، چه آقایون، چه بچه ها، از نزدیکترین افراد خودشون دچار آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی میشن. خانم دکتر اجازه بدید اول از شما این رو بپرسم، تعریف خشونت به نظر شما چیست؟ تعریف خشونت، متاسفانه وقتی که ما کلمه خشونت رو میشنویم فکر میکنیم که خشونت یعنی حمله کردن و کتک زدن جسمی و فیزیکی، در صورتی که خشونت انقدر ابعاد وسیع و متفاوتی داره که شاید بسیاری از ما آگاه بهش نباشیم. خشونت روانی، خشونت مالی، خشونت روانی انواع و اقسام داره که حالا بیشتر بازش میکنم، در موردش صحبت میکنم. خشونت فیزیکی رو که کاملا مشخصه که میدونیم وقتی که تمام وجود طرف لتوپار میشه، میشکنه و یا حتی به مرگ تبدیل میشه. خشونت روانی خشونتیه که روی بدن تو هیچ آثاری نمیذاره، اما تمام وجود روان تو رو کبود میکنه و گاهی این کبودی ها ممکنه که تا آخر عمر به روی وجود روحت بمونه، چون کبودی جسم آروم آروم از بین میره ولی کبودی روان از بین نمیره. زمانی که منو تحقیرم میکنی، زمانی که به من ناسزا میگی، به خانواده من ناسزا میگی، زمانی که منو محدود میکنی، زمانی که اجازه به من نمیدی که با خانوادم در ارتباط باشم، زمانی که اجازه نمیدی من سر کار برم، من زن، من در این مورد من زن سر کار برم، زمانی که دائما منو کنترل میکنی،
تهدیدم میکنی، تهمت به هم میزنی، بدبین هستی به من. همه اینا انقدر وسیعه که واقعا باید ساعتها، خوشحالم که یه مقدار ساعتمون در این برنامه زیاده، برای اینکه این موضوع رو باید خیلی عمیق باز بکنیم تا بتونیم بلکه بیشتر آگاه بکنیم. خشونت دیگه جسمی خشونت تجاوزه، تجاوز یه بخشش تجاوز روانیه که گفتم، بخش دیگه تجاوز جسمیه. زمانی که من آمادگی ندارم، زمانی که از دستت ناراحتم، زمانی که با هم مشکل داریم، زمانی که اصلا خودم مشکل دارم یا درد جسمی دارم و تو اصلا اهمیت نمیدی و از من رابطه جنسی میخوای و به زور با من رابطه جنسی برقرار میکنی، و یا حتی تجاوز که خود این خودش تجاوزه، ولی متاسفانه میدونیم که در بعضی از عقایدها و همچنین سنتها و فرهنگها زن در هر مکانی باید همسرش رو سیراب بکنه از نظر جنسی. خشونت بسیار دردناکیه برای زنان، مخصوصا که حق اعتراض ندارن، چون عرفی و سنتی، خانوادگی و فرهنگی و عقیدتی بهشون گفتن هیس، حرف نزن، همینه که هست، همین باید باشه. خشونت روی کودکان، خشونت زمانی که عصبانی هم برای این که اذیتت کنم، زمانی که با مادر شوهرم عصبانی هم، با مادر زنم عصبانی هم، یا با هر کسی از خانواده همسرم عصبانی هم، سر بچم، برای سر بچم اون خالی کنم، زمانی که حیوان خانگی داریم سر حیوان خالی کنم. اینا همه خشونت های بسیار دردناکیه که ما شبان روز در کل این دنیا گریبانگیرش هستیم، در همه کشورها، ولی در کشورهایی مثل کشورهای جهان سوم و خاورمیانه بیداد میکنه و دردناکترش اینه که بسیار پنهانتره و آشکار نیست. اینه که خیلی وقتا خشونت شده یک امری عادی و نرمال و طبیعی. اینجاست که باید حوار بزنیم و اجازه ندیم که خشونت یک امری بسیار عادی بشه و خوش به خشونت معنا بدیم. حال بیشتر در مورد معنا دادن به خشونت صحبت. بله، بسیار خوب و کامل فرمودید، انواع رو هم فرمودید که متشکرتون هستم. اساساً حالا در بحث روانشناسی ما وقتی از خشم و عصبانیت صحبت می‌کنیم با دو مقوله سر و کار داریم. یکی بحث احساس خشم هست که به دلیل اینکه یک فردی ممکن احساس بکنه حق قانونی، عرفی و یا شرعی او زیر پا گذاشته شده، این حس خشم در او به وجود میاد. این متعلق به من بوده، این حق من بوده، ولی این حق ادا نشده، اینی که مال من بوده از من گرفته شده، و یک حس خشم در او به وجود میاد که بهش گفته میشه در انگلیسی anger. و شاید همه ما آدم‌ها در روز بارها و بارها، شاید ده‌ها و صدها بار این حس خشم رو تجربه بکنیم. اما مسئله زمانی دچار مشکل میشه که ما اجازه میدیم این حس خشم ما به رفتارهای خشونت‌آمیز و خشمگینانه یا عصبانیت تبدیل بشه، و اونجاست که فرد ممکنه به رفتارهای خشونت آمیزی مثل کتک زدن، لگد زدن، حتی شکستن، بد و بیراه گفتن انجام بده اینها رو و به نوعی این خشم و حس خودش رو این گونه نمایان بکنه. و اینجاست که متاسفانه ما میبینیم که ممکنه حتی در هنگام رانندگی افراد به همدیگه پرخاشگری بکنن، صدای بوق بلندی بزنن، حالا به نوعی با حرکات دست بخوان خشم خودشون رو نشون بدن و ابراز بکنن. اما در چهار دیواری خانه و خانواده که افراد شاید اونجا مورد اطمینانشونه، محل امنشونه، و یا حتی به دلیل اینکه آبروریزی نشه میخوان این مسائل رو درون اونجا نگه دارن، من فکر میکنم که این ابراز خشم و این خشونت ها میتونه همونطور که فرمودید آسیب ها و ضرر های زیادی رو برسونه به افرادی که در اون محلی که قرار امن و امان باشه دارن زندگی میکنن. اما اشاره فرمودید به یک سری باورها و مسائل فرهنگی، شاید حالا به نوعی عقیدتی و مذهبی، و جایگاه و مقام زن و کودک و حتی حیوان خانگی، که به نوعی اگر اینها جزو متعلقات
و املاک محسوب بشن، خب اون فردی که احساس میکنه مالک اونها هست به خودش حق خواهد داد که هر آنچه رو که صلاح میدونه انجام بده. نظرتون نسبت به این مسئله چیه؟ ببینید، خیلی موضوع مهمی رو عنوان کردید. مسئله اینجا خواستگاری و مهریه و شیربها. این سنتی بذارین یه مقدار باز کنیم. فقط یه پرانتز من باز کنم. من درک میکنم در ایران به خاطر اینکه زن حق و حقوق نداره، برابر نیست اصلا با مرد، خب خیلی ها فکر میکنن که مهریه باید باشه که بتونن، که الان میدونین که چقدر سختتر شده گرفتن مهریه. اما زمانی که برای دختر من خواستگار میاد و من دخترم رو در معرض فروش قرار میدم، شیربها چقدر میدی، مهریه چقدر میدی و بعد خرجای عروسی، خرج این، به نوعی من دارم شیئم و میفروشم به مالک. یعنی اگه عمیق نگاه کنیم، از دید فرهنگی نگاه کنیم، میبینیم که به نوعی من پدر که اصولا نقش پدر خیلی اساسی تره، یه حالت مردسالاری داره در کشورهای جهان سوم مثل کشور ما، پدر داره دخترش رو میفروشه. و زمانی که یه همچین حس فروش هست در حتی در مورد رابطه جنسی، حتی یه حس مالکیت و یک حس مردسالاری متاسفانه به مرد ناخودآگاه داده میشه. و زمانی که من از کودکی این رو دائما شنیدم که پسر نباید جارو کنه، پسر نباید ظرف بشوره، مگه تو دختری؟ پسر باید حتی اگر سنش کوچیکتره باید مواظب خواهرش باشه، باید مراقب خواهرش باشه، حق کتک زدن خواهرش رو داره، حق جاسوسی برای خواهرش داره، حق کنترل کردن خواهرش رو داره. یعنی به نوعی ما در خانواده خودمون که کانون گرم خانواده باید باشه و کانون مهرورزی و عشق، ما کانون جاسوسی و کانون خشونت رو ترویج میدیم. من مادر سنتی این کارو میکنم، من پدر سنتی این کارو میکنم. و وقتی که فروخته میشه این دختر، طبیعتا با اون فرهنگ زمینه‌ای که در خانه خودش مرد داشته وارد زندگی زناشویش میشه، و وقتی که فکر میکنه که من اینو خریدم، من اونو خریدم، من همه خرجا رو کردم، اون حس مالکیتش طبیعتا در مورد اشیاء هم بیشتر میشه. و زن هر رو هم که اکثرا به عنوان در این جوامع منظورمه و این قوانین به عنوان یک شی، و منم که مالک این شی هستم، این باعث میشه که اون حس مالکیت و حس قدرت طلبی و حس مردسالاریش بهش اجازه بده، به اضافه این که از کودکی این رو شنیده که زن ذلیل نباید باشی. من اجازه دارم، اجازه بدین یه پرانتز باز کنم، معنیش نیست که آقایون خشونت نمیبینن، هستن بسیاری از آقایون که از خانومهاشون خشونت میبینن، از مادر خشونت میبینن، از خواهر خشونت میبینن. عزیزان که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، ما در مورد خشونت صحبت میکنیم. وقتی میگم همسر، منظورم زن و مرده. جاهایی که خانوما رو جدا میکنم جدا میشن، چون از نظر قانونی و فرهنگی متفاوتن. ولی الان بسیاری از آقایون تحت خشونت‌ها و خشونت‌های فیزیکی و خشونت‌های روانی قرار میگیرن از طرف خانوما. اما به عنوان یک پژوهشگر که من با اینکه نزدیک 30 سال ایران برنگشتم، ولی دائما در حال پژوهش نه فقط در مورد فرهنگ خودمون، در فرهنگ‌های مختلف دارم، می‌بینم که خانم‌های ایرانی بخواد در عرض این 42 سال اخیر مرد ستیزتر هم شدند، به خاطر ضربه ها و اجحاف های بسیار زیادی که روی خانم ها و دخترها شده. خانم های ایرانی در داخل ایران عصبانی هن. حق دارن، 4 دهم گذشته، 4 نسل داره میگذره و این اجحاف داره روز به روز بیشتر میشه. دیروز در نجف آباد اصفهان یک دختر شجاع بدون روسری با دوچرخه، فقط دوچرخه سواری کرد، و امروز شما ببینین چه نمایشی باز شد بر علیه یک دختر که فقط موهاش معلوم بود و دوچرخه سواری کرد. خشونت و یک نمایش خشونت برای بر علیه حجاب. وقتی این خشونت ها این چنین خودش رو رشد میده، متاسفانه درون خانه زن و درون جامعه، زن خیلی عصبانی از این همه اجحاف، و درون خانه های
خودمون در کشور خودمون، مخصوصا شهرهای کلان، ما خشونت خانم ها و یا در اروپا و آمریکا و کشورهایی که مهاجرت کردن، ما خشونت خانم ها رو کم نمیبینیم. من سالهاست کاپل تراپی میکنم و کم زن خشن نمیبینم در یک زندگی زناشویی. اما برگردیم به سوال شما، مسئله همون مسئله مالکیت و اینکه حق منه. این حق داشتن و معنا دادن به خشونت متاسفانه و توجیه کردن خشونت باعث خشونت بیشتر و معضلات بیشتر در جامعه میشه. خانم دکتر بابک، یکی از مسائلی که اصولا ما در جوامع مختلف شاهد هستیم از این جهت که آقایون شاید توانمندی فیزیکی و جسمی بیشتری دارن، حالا به نوعی میتونن کار بیشتری بکنن، خانم ها یه مقداری تو این مسئله ممکنه حالا کمتر از لحاظ توانمندی های جسمی و وزنی دارن عرض میکنن، و یا اینکه مادر میشوند و بچه ای رو دارن و بعض بچه ها و کودکانشون دارن مراقبت میکنن، شاید یه مقداری استقلال مالی کمتری رو ما برای خانم ها میبینیم و بیشتر میبینیم که بیشتر، حالا نمیگم نیست ولی خب بیشتر شاید این رو میبینیم. ما در آمریکا، در جامعه آمریکا هم باز همین هست که آقایون یه مقداری درآمد مالی بیشتری رو توی خانواده دارن و این رو یه مقداری استقلال بالاتری رو دارن. خیلی وقتا واقعا هم در کار مشاوره خانواده و هم از داستانهایی که میشنویم میبینیم که یکی از دلیلهایی که خانمها برخی از این خشونتها رو تحمل میکنند و حرفی نمیزنن یا مخالفتی نمیکنن همین ترس از این هستش که اگر از این ازدواج خارج بشوند، اگر این مرد از اونها حمایت نکنه، دچار مشکلات مالی و بحران مالی خواهد شد. بقیده شما تا چه حد این مسئله واقعا تونسته در جوامع مختلف و نسل بعد از نسل تأثیر گذار باشه برای اینکه ما ببینیم این خشونت خانوادگی از سمت آقایون نسبت به همسرشون داره اتفاق میفته؟ بدون شک یکی از بدترین خشونت ها خشونت مالیه. حالا اولا باز کنم این موضوع رو که زمانی که مرد قدرت مالیش بیشتره و خشونتش رو از این طریق نشون میده که در مضیقه میذاره زن رو و اجازه خرج کردن به زن نمیده، این نوعی خشونت خیلی سنگینیه در قرن 21. در کنارش متاسفانه وقتی ما میبینیم در دنیای جهان اولم هنوز آقایون حقوقشون خیلی بیشتر از خانم هاست، در اروپا هنوز این چنین هست، اینه که خود این یک اجحاف از برای خانم ها در قرن 21 که برابر کار بکنن ولی حقوقشون به یک اندازه نباشه، چون در بعضی از کشورها این چنین متاسفانه. این داشتن حقوق، داشتن سواد متفاوت، فرق طبقاتی خانواده ها، فرق اون داشتن سالری و یا حقوق متفاوت، اینا همه باعث ایجاد تضاد میکنه بین زن و مرد در یک زندگی زناشوییشون. و همین، و اگر احیانا کسی طرف مقابلی که از دو طرف شروع بکنه به نوعی برخ کشیدن و یا خسیس بازی در آوردن و یا اینکه بلخرجی بیش از حد کردن، بذاریم بازتر و راحت تر صحبت کنیم. هستن بسیاری کسانی که اومدن خارج از کشور و دارن، زن داره کار میکنه، شوهر داره کار میکنه، یا خانم کار نمیکنه، آقا کار میکنه، ولی دائما برای خانوادهش پول میفرسته، گاهی یواشکی گاهی آشکار که اکثرا پنهانیه. خب این خیلی خیلی خشم خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و یک حالت دامستیک به وجود میاد، خشونت خانگی به وجود میاد، برای اینکه زن احساس میکنه منم دارم کار میکنم، تو هم کار میکنی، چرا باید انقدر بفرستی؟ ما تو یه فرهنگی داریم زندگی میکنیم از طرف خانواده های خودمون که کسانی که اومدن این طرف آب فکر میکنن که همه رو بانک خوابیدن، همه خیلی خوب پول در میارن. توقع خانواده ها یکی از بزرگترین اساس اختلافات زناشویی که باعث خشونت های خانوادگی میشه، برای اینکه خانواده ها همیشه از پسرشون هنوز که هنوزه خانواده ها از پسرشون خیلی خیلی توقع دارن بعد از ازدواجشون، و همین
توقع بیش از حد و اختلافاتی که به وجود میاد به خاطر مسائل مالی، اینا همه باعث میشه که زن خشمگین میشه، زن عصبانی میشه، شروع میکنه گوشه زدن، شروع میکنه اعتراض کردن. بعد مرد که سنتی بار اومده فکر میکنه که وظیفشه، چون وظیفشو از کودکی بهش تحمیل کردن که تو تا آخر عمرت باید خانوادت زن همیشه هست، زن مثل کفش میمونه، همیشه میتونی پیداش کنی، این نشد یکی دیگه، اما خانواده رو که نمیتونی عوض کنی. یعنی وقتی که ما از یک فقر فرهنگی میایم که خانواده هنوز متوجه نیستن و خود دو طرف هم متوجه نیستن که اگر ازدواج کردن این دو نفر حرف اول میزنن، این دو نفر اولویت هستن، حتی بچه ها بعد از این دو نفر هستن. زمانی که من اینو نیاموختم در فرهنگم هنوز در قرن 21، زمانی که منو میفرستن ایران برام زن بگیرن، زمانی که ما یه همچین معضلات بسیار جدی فقر فرهنگی داریم که اومدی دکتراتو هم گرفتی، اومدی تخصصتو گرفتی، بعد برمیگردی ایران که مامان جونت برات خواستگاری بره یه دختر خوب که برات زن بگیره، ما داریم از یک معضل بسیار جدی صحبت میکنیم که اکثر اختلافات و خشونتهای خانوادگی به خاطر همین مسائل زیر نهادینه است، به خاطر همین مسائل بسیار واضح و مشخصه که من تو رو نمیشناسم، تو هم منو نمیشناختی، لیلی 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 لی سر سفره عقد نشستیم و بله گفتیم، حال باید در بستر یکدیگر باشیم که این بستر میتونه بسیار مشکلات و معضلات خودش رو از یکدیگر نشون بده که هیچی از همدیگه نمیدونستیم، و حال هنوز اختلافات و دخالتهای خانواده چقدر زیاده. اکثر زن و شوهرها و کاپلایی که من تمام این بالای 20 سال دیدم، دو دلیل اصلی رو من تو اینا دیدم. دلیل یک، دلیل مسئله بسترشون، رابطه زناشوییشون، و دخالت های خانواده. ریموت کنترل دارن، هر جای دنیا باشی با ریموت کنترل میخوان کنترلت کنن، چون فکر میکنن آنها چون سنشان بالاتر است میدانند و تو نمیدانی، و همین توهین میشه به عروس، توهین میشه به داماد. این دخالت ها باعث اختلافات زناشویی میشه، اختلافات زناشویی تبدیل به خشونت های خانوادگی میشه. و شما حساب کنید، بریم سراغ بچه ها، بچه هایی که چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، بچه هایی که دارن با یه همچین خشونت هایی بزرگ میشن، با یه همچین تضاد هایی بزرگ میشن، با یه همچین نفرین ها و انزجار هایی از یک طرف یا دو طرف دارن بزرگ میشن، عشق بین پدر مادر نمیبینن جز اختلاف. ببینین چقدر ما ضربه میزنیم، دلمون خوشه که پاشدیم اومدیم این ور آبا، اما چقدر آموختیم از آموزش صحیح همسرداری، اگر به همون نیاموختن که نیاموختن، و آموزش صحیح پدری و مادری، اینا رو به ما نیاموختن، ولی ما چقدر تلاش کردیم و میکنیم که بیاموزیم. و این بچه های معصوم زیر یه همچی خشونت هایی و طلاق های بسیار سخت و آگلی و به معنای واقعی با خشونت بیش از حد، حتی بعد از طلاق همین خشونت های خانوادگی ادامه داره، جد در جد و نسل بعدی هم باید فوش بخوره، هنوز پرونده هنوز باز بازه. اینا معضلات بسیار جدی خانوادگیه که تبدیل به خشونت خانوادگی میشه. و شما حساب، حالا این بخش خارج از کشوره، حالا من صحبتم رو کوتاه میکنم چون میخوام بعدش برم سراغ بخش داخل کشورمون، که در داخل کشورمون چه اتفاقاتی باعث میشه که خشونت های خانگی اینجور وسعت پیدا کرده. خانم دکتر میترا بابک، روان درمانگر و پژوهشگر، کارشناس مهمان برنامه امروز ما هستند. میریم تنفس کوتاهی داریم، برمیگردیم به نیمه دوم برنامه، با ما باشید. Driving, I am 18 years old, but 6 years before, washed the taxi and this. I start 14, 15 years, a minibus driver.
an after-start taxi driver. When I am the wake-up, I can eat something, breakfast, and after start the car, go to hotel taxi station. And of course, when we go there, all the foreigners going outside and getting taxi, you have so much time spend this traffic with this guest. And you can start, where are you from, when did you come, and some conversation. And I say to them, I am learning Byzantine and Ottoman. If you don't mind, I tell you about city. When you look left side, Greek cemetery, and right side, Islamic Turkish old cemetery. Yes, one street, they block them. Interesting. Taxi driver. What's the taxi driver should be doing? What is the, for example, when they finish chemical or engineer, go to study up and up? What's the taxi driver doing to such a important city? Istanbul is the open air museum. Why not you buy some book and learn in history? And after second book, third book, and now more than 200. This is the pleasure. I learn, I share my experience. Hello, I am a best taxi driver. Excuse me, you look tired. You need taxi? Yes. Really? But you look tired. But I take you free. Excuse me. I take you free. I go Blue Mosque around. But free. Everybody walk Allah. Thank you. What can I do? You success your job. You are a best taxi driver. You spent so much time to learn culture and people. What about home? My ex-wife couldn't handle my job because she wants to be herself, but I want to be open mind, talk, meet people. After we understand we not fit each other, because I am always outside, always learning, and she say enough is enough. And 2001, with the words, I have four kids, three daughters, and one son. I mean, something damage, something you win, something you lost, and the life is like that. Now his son is free. If you do it computer, if you read Ottoman book, you do it what you want. If I don't do it this job, I couldn't fit another job. And I mean, when you are positive, when you give the energy with your job, if you are the smile, like a theater, you are an act, and every day you are an open the curtain and you show, and you do it like orchestra chef. If you are the positive, you will be always, I mean, enjoying the day and your guests enjoy. But depends you, how you feel. And your job, you never boring. It doesn't matter traffic is crowded, because inside the atmosphere is shining. So nice. Because you make that atmosphere. شما به آینه نگاه میکنید. خب دوستان عزیز، خدمت شما عزیزان برمیگردیم. دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی هستم، با نیمه دوم برنامه که الان در خدمتون هستیم. کارشناس مهمان امروز برنامه ما خانم دکتر میترا بابک هستن، روان درمانگر و پژوهشگر از لندن. خانم دکتر بابک فوق لیسانس روان درمانی خودشون رو از دانشگاه شرق لندن دریافت کردند و دکترای روان درمانی رو از دانشگاه میدل سکس و انستیتوی متا نویا در بریتانیا. در بخش اول صحبت از خشونت خانگی که کردیم، صحبت از این شد که یک مقداری ریشه ها و لایه های زیرین فرهنگی رو ما در بحث خشونت خانگی میبینیم، به خصوص در فرهنگ شرقی، خاور
خاورمیانه و یا حتی ایران و افغانستان میبینیم بحث مهریه و شیربها و غیره مقداری حالت معامله کردن و ملک و املاک رو داره میده و خب طبیعتاً کسی که صاحب ملکی هست به خودش اجازه میده که انواع خشونتی رو به همسرش، به کودکش، به حیوان خانگیش انجام بده و بسیار هم تأسف برانگیز هست. خانم دکتر صحبت کردن از دخالت‌های خانوادگی، حتی برخی از ازدواج‌هایی که بدون رضایت و یا شناخت طرفین اتفاق می‌افته و حتی ازدواج‌های اجباری که می‌تونه خشونت‌ها رو در خانواده ایجاد بکنه. اما حالا در بخشی که خانم دکتر قراره که در این قسمتی مقداری نگاهی بیاندازیم به داخل فرهنگ خودمون در داخل کشور در ایران و ببینیم که اونجا چه می‌گذره، بقیده من بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی یکی از اون مسائل است که میتونه خشونت خانوادگی رو بالا ببره، چرا که افرادی که در خانواده تحت فشار هستن و شاید ساده ترین نیازهای زندگی خودشون رو نمیتونن تأمین بکنن، خب طبیعتاً خشم و عصبانیت میتونه غالب بشه و متاسفانه به مظلوم ترین ها، شاید کودک، شاید حیوان خانگی، سالمندان حتی، این فشارها بتونه به صورت جسمی، روحی، گفتاری اعمال بشه. بخش دیگه بخش اعتیاد هستش. افراد معتاد میدونیم که زمانی که نیاز دارن به اون ماده‌ای که بهش اعتیاد دارن ممکنه دست به هر کاری بزنن، هر خشونتی و یا حتی فرش زیر پای خانواده خودشون رو ببرن و بفروشن و اون رو تبدیل به موادی بکنن که شدیداً بهش نیاز دارن. و همینجا میخوام به بحث بیماری‌های روانی هم اشاره بکنم. افرادی که دچار مشکل مدیریت خشم هستن، افرادی که ممکنه بیماری‌های دو قطبی اونها رو وارد مراحل خشم و عصبانیت می‌کنه، اون هم مسئله دیگری است که می‌بینیم. خانم دکتر بابک، شما در ادامه صحبت‌هاتون فرمودید که در این بخش می‌خواید اشاره‌ای بکنید به درون ایران. بله دقیقاً، برای اینکه اتفاقاً من دیروز تو برنامه روانیان که برنامه هفتگی دارم در تلویزیون آزادی بحثمو در مورد خشونت گذاشتم، ببخشید خودکشی، برای اینکه محمد رسولزاده پسر 11 ساله بوشهری که خودش رو حلق‌آویز کرد یک فریاد بسیار بزرگ بود، زیرا که این بزرگترین خشونت رو ما داریم، از این نوعش رو داریم در کشورمون می‌بینیم. ما کودکانی رو داریم میبینیم که چه آسان میدانن که چگونه باید خودشان رو بکشن، در صورتی که کودک باید کودکی کنه و لذت کودکی رو بیاموزه و تجربه بکنه. و در یک منطقه بوشهر و اطراف بوشهر در عرض یک هفته بعد از محمد رسولزاده یه پسر 16 ساله و یک جوان 21 ساله و یک دختر در ایلام فکر میکنم دختر 11 ساله خودکشی کرد. دیروز یک زن به خاطر نداشتن سیر نکردن شکم بچه‌هاش مجبور به تن فروشی کرده و بعد از تن فروشی خودش رو کشته. اینا مصیبت‌های بسیار بسیار جدی، واقعی و حقیقیه که نمونه ای از خروار در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه ما متاسفانه در هیچ موردی آمار واقعی به دستمون نمیرسه، چون ثبت نمیشه و خاور و ایران شده رتبه اول خودکشی در خاورمیانه. اینا معضلات بسیار جدی یک کشور، یک ملت و یک دولت. و چرا اینقدر خودکشی در بین جوانان زیاد شده، مخصوصا کودک و نوجوان بعد تا 35 سالگی؟ تعداد جوانانی که خودکشی میکنن تعدادشون زن و دختر خیلی زیاد شده. اگه از نظر اقتصادی نگاه کنیم، تورم بیداد داره میکنه، کارگر رو تحصیل کرده اونقدر دیگه فرقی ندارن. ما رفتیم روی زیر خط فقر، رفتیم خط مطلق فقر. ما پشت بون خواب و گور خواب و ستون خواب داریم.
بچه های تحصیل کرده ما با چه مشقتی درسشون رو خوندن، لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون رو گرفتن، کار پیدا نمی کنند و باید کارهای خیلی خیلی پایین تر از حد تخصصشون داشته باشن. اینا خشونت میاره، خشم میاره برای جوون. اصلا یه سوال خیلی بزرگی که توی مغز من مطرح شد اینه که چرا خشونت خودسوزی، خشونت هنگ کردن و یا حلق‌آویز کردن، از پل خودشون رو پرت کردن و همچنین از پل خودشون رو حلق‌آویز کردن، این به نوعی خشونت واضح و آشکاره که به عنوان یک تحلیلگر به نظر من یک فریاده، فریاد یک ملت، فریاد کودک و نوجوان و جوان در اون کشور، فریاد پدر و مادره که در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. واقعا حقیقتا شب گرسنه بچه ها میخوابن، زن و بچه بعد گرسنه بخوابن. این خشونت میاره و متاسفانه بعضی از پدر خانواده به خاطر درد نداشتن مشکل مالی، یعنی درد این نداشتن مال، درد این نداشتن پول، درد این نداشتن یک سقف بالای سرم، درد نداشتن یک لقمه نان برای فرزندم، بعضیاشون رو میارن به اعتیاد متاسفانه، به خاطر اینکه از طریق فروش اعتیاد، یک اولا با اعتیاد آروم موقتا آروم میشن یا الکل استفاده میکنن یا مواد مخدر یا الکلای مصنوعی که ما میبینیم که چقدر قربانی دادیم به خاطر این قضیه. و شیشه، مسئله شیشه خیلی خطرناکه. من سالها با اعتیاد کار کردم و میکنم و شیشه یکی از بزرگترین خطره. میدونین که توهم میگیرن و با توهمشون چقدر قتل انجام دادن. و وقتی که از این واردی همچین معضلی بشه و وقتی وارد اعتیاد بشه، توانایی جسمیش رو و توانایی روانیش هم از دست میده طبیعتا. و وقتی میاد تو خونه، زن اعتراض میکنه برای اینکه بچه گشنه است، بچه کفش نداره، بچه کیف نداره، بچه قلم نداره، بچه هیچی نداره، زن حوار میزنه و مخصوصا زن وقتی که میبینه شوهرش با نداشتن، با فقر تو رفتی معتاد شدی، تا حالا این پولی هم که نداری رو باید بری بدی برای اعتیاده، خب خشم زن بیشتر میشه، اعتراضش بیشتر میشه. و من مرد معتاد، من زن معتاد، ما چقدر زن معتاد الان داریم، ما چقدر کودک معتاد داریم الان، ما چقدر کودک کار داریم که ازش انواع و اقسام استفاده های جنسی و جسمی میشه. اینا همه معضلات واقعی یک جامعه است. جامعه ما رفته زیر خط فقر مالی و زیر خط فقر فرهنگی، برای اینکه خشونت داره ترویج داده میشه. ببینید زمانی که سلبریتی ها در دنیای غرب خودکشی میکنن، سلبریتی یه همچون سلبریتی وقتی خودکشی میکنه با داشتن مال خیلی زیاد، شهرت خیلی زیاد، در همون کشور من جمله آمریکا به فرض 10% در عرض یکی دو ماه تعداد خودکشی میره بالا، برای اینکه یه دفعه یه رول مدل میشه، یه الگو میشه و خطرناکه. زمانی که ما این چنین داریم میبینیم خودکشی ها رو، این نوع خشونت ها رو، که خشونت مالی یکی از بزرگترین، فقر مالی یکی از بزرگترین معضلاتشه و سببش هست، اینا اصلا شوخی بردار نیست. و ما متاسفانه وقتی که میشنویم که ملت ناامید شدن و بی انگیزه شدن و دلشون میخواد بمیرن، ایشالله بمیرم راحت شم، یا وقتی مادر این چنین صحبت میکنه که من بمیرم راحت شم یا بمیرم راحت شین، این صدا همه صدای مرگ، صدای خشونته و این صدا هاست که کودک ها رو به جای اینکه کودک شاد تحویل بده، کودک عصبانی، کودک پرخاشگر و کودک ناامید تحویل میده، جوان ناامید، نوجوان ناامید و در کنارش هم پدر و مادر ناامید. ما چقدر و پدر متاسفانه اون وقت میبینیم که همین کودک و جوانی که شما فرمودید، خودش بعدن که وارد خانواده بعدیش میشه، میتونه به نوعی همین خشونت‌های خانوادگی رو روی افراد خانواده خودش اعمال بکنه، چون الگویی که در خانواده پدری و مادری داشته همین بوده و این خشم و خشونت نسل به نسل، همونطور که در صحبت‌هاتون فرمودید، چند نسل پشت سر هم
میبینیم داره تکرار میشه اتفاق خواهد افتاد. شما به عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و یا حتی کلان کشوری اشاره کردید که چگونه میتونه تأثیر بگذاره روی نهاد خانواده که کوچکترین بخش اجتماعی یک جامعه یا یک کشور یا یک ملت محسوب میشه و این فشارهای اقتصادی و نیازهای اولیه انسانی که خوراک و پوشاک و مسائل اولیه امنیتی و غیره هست برای افراد میتونه باعث خشونت ها بشه. من میخوام اینجا اشاره بکنم که باز این بحث خشونت صرفا خشونت بدنی نیست. خشونت بدنی و فیزیکی، مشت زدن، لگد زدن، اینها یکی از بخش‌های خشونت خانوادگی است. یکی دیگه میتونه بی حرمتی کردن، بی احترامی کردن، حرف‌های زشت و زننده زدن به همدیگه باشه. یکی دیگه میتونه تحقیر و کوچک کردن همدیگه باشه. تو سواد نداری، تو خانوادت اینطوریه، تو پدر مادر طلاق گرفتن، تو رو من بزرگت کردم، تو رو من نجاتت دادم. اینها به نوعی بی حرمتی کردن هاست که بی اعتماد به نفس کردن طرف مقابل محسوب میشه. این هم خشونته. تهدید کردن، تهدید به طلاق، تهدید به بی آبرو کردن، تهدیدهای مالی که بهت پول نمیدم، این نیازهای اولیه رو برآورده نخواهم کرد، از خونه بیرونت میکنم. حالا چه به فرزند، ممکنه من متاسفانه باید بگم که دیدم پدر و مادرهایی که این روش رو برای بچه هاشون به عنوان روش تربیتی استفاده میکنن، از خونه بیرونت میکنم. حالا تا حالا بوده نمیدونم تلفن ازت میگیرم، کامپیوتر میگیرم، حالا تازه اومده که از خونه بیرونت میکنم، و یا همسر رو از خونه بیرون میکنم، یا خانومی که ممکنه از لحاظ مالی درآمد بیشتری داره بخواد شوهرش رو از خونه بیرون بکنه و تحقیر بکنه و مسائلی از این دست. و تجاوز جنسی، بله، در یک رابطه زناشویی هم ما تجاوز جنسی رو میتونیم ببینیم، یعنی زمانی که یکی از افراد آمادگی رابطه جنسی رو نداره، حالا به هر دلیلی، ممکنه از لحاظ روحی آمادگی نداره، از لحاظ جسمی آمادگی نداره، و همسر او بخواد این رابطه جنسی رو بل اجبار انجام بده، این هم خشونت خانگی و خانوادگی محسوب میشه. باز بحث سالمندان رو میخوام تکرار بکنم. اگر ما از سالمندی داریم نگهداری میکنیم، او رو بی آب میگذاریم، بی غذا میگذاریم، یا تشری به اون میزنیم، با او بلند صحبت میکنیم، او آلزایمر داره، او توانمندی بلند شدن و یا اعتراض کردن رو نداره، این هم باز خشونت خانوادگی است. و بارها در همین برنامه اسم بردیم از حیوانات، اینی که حیوانات خانگی رو ما مورد آزار و اذیت قرار بدیم، این هم باز خشونت خانوادگی محسوب میشه. اما خانم دکتر، اگر اجازه بدید یه مقداری به راهکارها هم بپردازیم. حالا اگر دوست دارید یه مقداری راهکار کلان بفرمایید و یه مقدارم راهکارهای درون خانواده که چه باید کرد، اگر افرادی که این برنامه رو دارن میبینن یه سری از این نشانه ها رو میبینن که داره تو خونشون اتفاق میفته، اونها چه باید بکنن؟ البته این رو هم بگم، خب میترسن از بی آبرو شدن، از اسم طلاق، از ناتوانی مالی، از کودکان خودشون که چه خواهد شد، و حتی کاستدی و هزانت کودک رو ممکنه یکی به دست بگیره و دیگری نتونه به دست بگیره. اینها ترس هایی است که وجود داره. راهکارها چیا هستن؟ دقیقا ترس های واقعیه. وقتی که بچه تا 7 سالگی حق داره فعلا مادر باشه و بعد از مادر گرفته میشه، طبیعتا این خودش یک خشونته، و شخص به خاطر اینکه بچهش رو نتونه ببینه مجبوره که بمونه. ببین، اولا در درجه اول ما باید یاد بدونیم اینا که فردی که داره خشونت نشون میده از خودش، اکثرا کسانی که این چنین رفتار میکنن از خانه خشونت میان، و درصد کمتری ما ممکنه که کم سواد ببینیم، ولی خیلی با سواد هم میبینیم که خشونت داره، چون از خانه میاد که خشونت رو آموخته و الگو برداری کرد. دوما، الان قرن 21 در جهان غرب فرق میکنه، ولی در کشور خودمون ممنوعیت ها خیلی زیاده. مسئله آبروی مثلا یک موزل بسیار جدی فرهنگیه، به خاطر اینکه طرف فکر میکنه که خب من که کاری ندارم برم، الان برم چی کار کنم؟ چون برای مردش کار پیدا نمیشه، برای زن زمانی کار پیدا میشه که باید همخوابگی بکنه تا بتونه کار پیدا کنه. دقیقا این خشونته، یعنی انقدر انواع خشونت زیاده که ساعت ها باید در موردش صحبت کرد. اما مسئله خیلی مهم
حقوق بشره، حقوق انسانه. چقدر من نوعی از حقوق خودم باخبر هستم، چقدر از حقوق همسرم باخبر هستم، چقدر از حقوق حیوانات و کودکان باخبر هستم. اینا ضرورت یک انسانه که بتونه باید بیاموزه. الان دنیای میدیا آسونه، اما ما در کشوری داریم، کشور ایران رو دارم میگم، در کشوری مردم دارن زندگی میکنن که بخشهای کلان و بزرگی از کشور ما یک دقیقه حتی اینترنت ندارن که بتونن دستیابی بکنن به آموزش. من با حقوق بشر که همکاری میکنم تصمیم گرفتم یه برنامه یه زوم درست بکنیم برای یه سایکو ایژوکیشنال پروگرام که سالها داشتم، از طریق زوم در مناطق فقیرنشین کلاس های سایکولوژی روانشناسی بذارم برای کودکان، نوجوانان و پدر مادرها. چون احتیاج به آموزش، ببینید آموزش حرف اول رو میزنه، اما مردم انقدر در مدیقه قرار گرفتن که دیگه وقت این رو و توانایی فکری و جسمیشو ندارن که بتونن حالا برن آموزش بگیرن. اما مسئله خطر این مسئله هست. من یادم وقتی که نوجوان بودم، همسایه عمه من خواهرش رو به خاطر اینکه یه نامه دیده بود پسر همسایه پرت کرده بود، با چاقو زد کشت. اینا فاجعه ایست که هنوز داره تکرار میشه. زمانی که یک نفر خشونت به خرج میده، نمیتونیم ساده بگیریم که خب حالا این که چیزی نیست. وقتی چون زمان ماه عسلی اینا دارن، اینا وقتی که خشونت به خرج میدن بعدش نایس میشن، لطیف میشن، دست میکشن به طرف عذرخواهی. عذرخواهی که نمیکنن، ولی معمولا میگن تقصیر تو بود، تو من اگه عصبانی نکرده بودی من این کارو نمیکردم. و زن خام میشه، مرد خام میشه. این خام، زمان خام شدن زمان خطرناکیه، برای اینکه این یه حالت نهادینه پیدا میکنه، عادت میشه، منو میزنه بعد منو ناز میکنه، منو میزنه بعد برام یه چیزی میخره. این خیلی خطرناکه، یه حالت پسیو اگریسیو و خشم پنهان. و خانم دکتر خیلی هم اعتیادآوره، یعنی دقیقا این ماشین های قمار در لاس وگاس میمونه که افراد این سکه ها رو میندازن داخل ماشین و یه موقعی خیلی رندوم و اتفاقی مقداری بهشون برمیگردونه و جایزه بهشون میده و همین فرد رو بسیار معتاد میکنه به اون رفتار. یعنی همسری که یه موقعهای مهربانی میکنه و لطوفت داره و یه موقعهای هم بد اخلاقی و خشونت، باعث میشه که همسرش در انتظار و آرزوی اون محبت و مهربانی تازه تو این رابطه یه مقداری معتاد هم میشه. خیلی وقتا واقعا تو کار روان درمانی ما به این مسئله برخورد کردیم که فرد میاد میگه همسر من به من بی احترامی میکنه، کتکم میزنه و من رو تهدید به بیرون کردن از خانه میکنه، ولی خیلی مهربونه، خیلی دوست داشتنیه، دوستش دارم. و این یه تناقض بزرگی است که دقیقا نشون میده همون لطوفت ها و مهربانی های گاهی اوقاتی و خیلی اتفاقی فرد رو به نوعی در این زنجیر درگیر کرده. دقیقا. ببین ما خیلی راحت رابطه اسیدی معتاد میشیم. من بهش میگم رابطه اسیدی، بارها برنامه داشتم در موردش. تو رابطه اسیدی خیلی خطرناکه، یک خطر جانی داره، یک خطر اعتیاد داره. من یکی از اعتیادهایی که در کنار اعتیاد به مواد مخدر، گمبلینگ و همچنین الکل میذارم، دقیقا رابطه در اعتیاد در رابطه است. ما خیلی معتاد میشیم به کتک خوردن، معتاد میشیم به ناسزا گفتن و لذت اصلا از این نوع تغذیه میشم. و وقتی که مخصوصا وقتی منو میزنی و بعد نازمو میکشی، یه احساس خیلی خوب بهم دست میده، به اضافه اینه که نمیتونم تصمیم بگیرم، توانایی تصمیم گیری رو از من گرفتی، چون هم دلم برات میسوزه. یعنی love and hate، یه حالت عشق و نفرت درست میشه تو رابطه اسیدی و شدیداً خطرناکه، به خاطر اینکه دائما در حال دعوا هستن و اگر رابطه جنسی خوبی با هم داشته باشن، اون میشه یک زنجیر بسیار خطرناک که فریبشون میده. پس زمانی که تو رابطه اسیدی این چنینی قرار میگیری، تو یه نوعی که داری گوش میکنی، میبینی صدای ما رو میشنوی، تمام تلاشتو باید خوب به خودآگاهی خودت برسونی که من چرا باید انقدر تحقیر بشم، من چرا باید انقدر تهدید بشم،
آیا من ارزش ندارم؟ انسان برای خودش باید ارزش قائل میشه. زمانی که من حرمت خودم رو و ارزش خودم رو زیر پا بذارم، طبیعتاً طرف مقابل بیشتر زیر پا میذاره. بله. من همیشه به پدر مادر رو و بچه ها میگم، میگم که به پدر یا سرپرست کنیم، پدر خشمگین و پرخاشگر و دست به زن داره و مادر مظلومه، ظالم و مظلوم. اصولا بچه تا زمانی که کودک و نوجوانه طرف مظلوم رو میگیره، دلش برای مظلوم میسوزه. ولی در این وسط من میگم به همون اندازه که ظالم که تو رو کتک زد و اذیت کرد به تو آسیب زده، به همون اندازه مادر مظلوم و یا پدر مظلوم به تو آسیب زده، برای اینکه تو رو بیمارتر تحویل یه خانواده دیگه داده که حالا شدی پدر یا مادر. ممنون از شما خانم دکتر بابک عزیز. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، اما میدونم این بحث بسیار مهم و با ارزشیه و امیدوارم ما در یک برنامه دیگه باز در خدمت شما باشیم و بحث‌های از این گونه از دانش و آگاهی شما استفاده بکنیم. اورژانس اجتماعی در ایران شماره تلفن 123 و همین سیستم در افغانستان شماره 119 و در آمریکا و کانادا 911 شماره هایی هستش که اگر در حالتی هستید که خشونت خانوادگی رو تجربه می کنید، حتما تماس بگیرید و کمک بگیرید و این حرمت به نفسی که خانم دکتر بابک گفتن بسیار بسیار اهمیت داره و اجازه ندید که این خشونت بر شما اعمال بشه. باز هم سپاسگزار هستم. خانم دکتر میترا بابک، روان درمانگر و پژوهشگر از لندن مهمان برنامه ما بودن. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. کارشناسان.